اندیشه پویم
هفت آسمانت را یک یک بجویم، هم ساب تو هم سیارگانت را. خواهم سیاهت ها کنم در زهره و در مشتری، شاید که خورشیدت کنم آنجا فروغ دیگری. آمگر در آسمان در دل آن اختران زن چه می جوید بشر، ذره ای یابم نشان. شاید آنجا زندگی دور از این قوها بود، معنی صلح و صفا بلکه در آنجا بود. جویای راز خلقتم آن ای خدای مهربان، با شهبر اندیشه ها و قله عرشم رسانه. مال این بزرگواره، من جسارت کردم اینو خوندم. کمک سینه شما بود خلوات بکنم. جناب رفتی علی ماشه لغایشم بود؟ نه بله بله آره بله رفتی بله. آقای ایگر سلام عزیز، سلام آفیسه هستم دختر. بله بله تسلیت هم میشید از آهنگای خاطرات فیلماشون برامو بخونید؟ چرا من الان سینما دیره جو دوستی رو بخونیم، بعضی رو گفتن دوستی رو بخونیم. بله 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 این آده به خانم خیلی احساسیه و میگه خاطرات اون دوستی رو این ماه بعد خیلی زیباست. آقای
شما خواهد میشه. من خیال نمی کنم که تأثیرم به این ریزه تموم میشه، ولی اشکم خوش شد. من میدونم بعد از فردین همه نگاه متوجه نشد، همه دلشون میخوام که من راجب فردی نرسیم، چون ما خیلی ارتباط تنگاتنگ آنگی داشتیم. واقعا من یک رفیق بسیار بسیار خوب، یک آدمی که همیشه من نصیحت میکرد، تجربه هاشون، تواضعشون، تو جوان مردیش. من واقعا خیلی برام گرون کنید، اما فکر میکنم که مرگشم فردین پر برکرم، چون بعد از 21 سال بالاخره عکس ما رو تو روزنامه هم داخت. اون که دیشب گفتم گویان سنگ در شبت در مقابل سب آری شبت بلیک بخونه چی در شبت. فردین واقعا نمونه بود. حالا خودم در زنده بودن فرصت نمی کنم که چنقدر تعریف بکنه، چنقدر لجوش حرف بکنه. حالا این موقعیت مدرسفانه پیش بود، واقعا بردیدیم، همیشه بردیدیم. فردین در سینمای ما تحول ایجاد کنه، واقعا جز تاریخ سینما. من شبم گفتم من درست قدیمی تر بود، این زمان های خیلی دوریه، مرحوم تختی و مرحوم حسین نوری و مرحوم فردین، اینا عزیزترین ها ما. این ستا یک روزی اومدن با هم صحبت کردیم و فردین به عالم سینما اومد و واقعا نمونه بودن هر ستاشون. این زمینه رو برای این میگم که من یک روزی رفتم برای مرگ فردین به ابن بابه و در کوران شهرت و معروفیت این مردمی که اومده بودن برای دیدن تختی کوچکترین توجهی به من نکرد، یعنی حتی من نگاه نکردن، سرآمده کم باور نکرد. اون وقت فهمیدم که چقدر تختی رو مردم دوست فردینم نمونه شد. امروز همه وقتی منو میدیدن یا آقای قادری یا آقای کیمیایی فقط فردی میدیدن، ما رو نمیدیدن. درسته که ما با اون هم کار بودیم و با هم زندگی میکنیم، ولی عشق فردین واقعا درده به همه این مردم نبود، برای که این نمونه بود در تمام موارد. و خوشبختانه سبکبال رفت از این دنیا، واقعا چه سبک بال رفتی و چه قوی جانکاه و سنگین به جواب. من دیروزم این شعر رو خوندم، آدمایی که سبک زندگی میکنن وجدانشون راحت، اون چی که خواستن عمل کردن، دیگه عوضه ای در این دنیا ندارد، اینا سبک بال از دنیا میدن. خب آواسا سبک بر چشمه هستی چنان بنشین، گر موجی نسیم آورد به راحت خیمه برکن. عشقم واقعا خوش و دلم خواهد باز عشق بریزم. رفتی ز پیش دیده و بر جان نشستی، بر خاطرم چو عشق که بر زن نشستی. ای عشق هرچی ریزم از دیده دیر پای، بینم که باز بر سر مشکل نشست. دلم نمیخواد هیچ وقت این ماتم رو فراموش کنم، دلم میخواد همیشه به یاد این ماتم باشم. این منو شاد میکنه، این دلخوشی به من میده، چنان که امروز به مردم دلخوشی میده. مرگشم پر برکرد، به تحول تازه ایجاد.
مردم به فکر هنرمندان قدیمی سینما انداخت. ما هیچ ادعایی نداریم که کاری میکردیم و کاری کردیم، ولی ما سینما رو یه روزی شروع کردیم با فردین و دیگران که نه دانشی داشتیم، نه تجربهش داشتیم، نه پولش داشتیم، نه سرش. عشق بود، عشق، و این عشق بود که مردم دنبال ما بود. و باز هم افتخار میکنیم که امروز این سینما به درجه رسیده که بازارهای دنیا رو قبضه کرده و این جوانای ما باعث افتخار مملکت شده. و میدونم که اونا میدونن مردم بومی سینمای ما فردین ها هستن، قادری ها هستن، دیگران هستن، کیمیایی ها هستن. و قدم اولی که برداشتن همیشه شروع کنندگان متضرر میشن. من فقط تأسفم برای اینه که این بلبل در قفس 21 سال با آرزوی این که یک روزی دوباره برگرده به عالم سینما و متأسفانه دیر شد. همان باهاش موافقت کردن، به درد دلش رسیدن واقعا، اما دیگه دیر شد. تا یه بوی گلی در این گلستان بود این قفس رو نیوردن که این گلشن درش رو باز کنن. دیگه در زمانی رسید که توانش تموم شد و عشق به کارش، عشق به مردم، عشق به اونهایی که اون دوستش داشتن، مثلا وجودش لبریز از این حرف بود. همه این من زبان اون میگم، گفت جامعه میگم ز رعشه پیری به خاک ریخ بعد از هزار دور که نوبت ببارد. خیلی دیر شد. روح شاد، روح شاد، ولی ما میفهمیم که چی کشید از این که نمیتونست به کارش ادامه. من اذعان میکنم که من اون عشق علاقه رو نداشتم، ولی فردین تمام وجودش عشق به کارش، و برای همین هست که جاودانه خواهد. خاطرات زیادی دارم از فردین، نمیدونم از کجاش بگم، اینقدر این خاطرات زیاده. روزها و شبهایی که با هم بودیم، حالا فکر میکنم که یک کسی رو ندارم مثل مرشد خودم باش صحبت بکنم، ازش کمک بگیرم در بعضی مواقع. وقتی این ناراحتی هایی پیش اومد هر دو میرفتیم گوشه میشستیم با هم درد دل میکردیم، ولی مقاوم بود، صبور بود، منم نصیحت بود. حالا با یادش، با خاطراتم زندگی میکنم و فکر میکنم که وظیفه‌ام بسیار سنگینه. اگر کاری از دستم برمیاد، مثل یک مرید، مثل یک خدمتگزار واقعی در اختیار خانواده فردین هست، بچه های فردین. مثل بچه های خودم، همسر فردین خواهر من. کاشی بتونم این کاری انجام بدم. ولی خوشبختانه فردین بهتر از این حرفا بود که بود. سه تا رفیق تو من خاطره هست شاید خیلی میشتن، سه تا رفیق از دور گذشته داره، مثل ناصر عدیب، مثل آقای بوستانی، مثل آقای حدیب، که شب و روز اینا با هم بودن، زندگی میکردن. حض میکنم اینا، اینا چی دیدن از فردین؟ اصلا یه چیزی دیدن؟ و تمام اینا که جمع شدن، خود جوش، خود آگاه اومدن امروز در این مراسم شرکت کردن، کسی بهشون نگفت روز بیاد. و رفقا و دوستان و هنرمند دیگه اینقدر هستن به شما که من نمیدونم چی بگم. فقط دونان یه رفیق قدیمی فردین، یه آدم که در سینما و احباب بوده، در خدمت فردی و دیگر دوستانمون عدد برداشتن، عنوان سینمای مملکت، عنوان خدمتگزار کوچیک مملکت، از همه اونا که به فردی محبت داشتن، دوستش داشتن، سپاسگزاری از صمیم قلب، واقعا سپاسگزاری.
انشالله که سلامت باشید، خوب باشید. پس تمام خوشی هایی که در دنیا هست و همه فانیه، فقط یک چیز دیگه دیداری و نامی و دیگر هیچ. اینه حفظ بکنید، اینه حفظ بکنید و سلامت باشید. گفت که از دوستان خوبشون چی داشت که همه دورش بودن؟ تجایای اخلاقی ناصر عدیب بر همه ما واضح و مبرهن و آشکاره، به خصوص این یه هفته که هم هستیم. با همه وجودش ناصر دنبال همه چه هست، نه در این مورد، همه جا. بدون شک حق ناصره که همیشه بیاد جای من حرف بزن و درزد بکنه، اما میگه شارق تو برو جلو. ولی امشب ازش میخوام بیام بیاد حرف بزنه. سالا برای ما حرف نزده ناصر. فردین کینه ای نبود، فردین دوست بود، فردین پشتر یه نفر حرف نزد، یه نفر نگفت بده، یه نفر غیبتش رو نکرد، یه بدگویی نکرد. فردین تمام خصوصیات رو داشت، اگر هرچی بود همون بود که بود. عرض کردم یک مماثن نسوی نورم صورتی کردیم یکی راجعه صورت کرده و ازداری که داشتیم یه ستیسه بودی با داریم اصلا بسیار که چیزی نبوده. اینقدر آقا بود، اینقدر صمیمی بود، اینقدر با گذشت بود که حساب ندارید. اخیراً هفته پیش به اتفاق شمال بودیم. شما 23 سال انقلاب شده دیگه، تو این 23 سال که انقلاب شده آیا میتونه بچه 16-17 ساله فردینه ببینه، میخواد ببوستش، بوش کنه؟ توی فروشگاه رفتیم، یک دو چیزی بود خریدیم، تا فهمیدم فردینه اصلا فروشنده ها بود که این فروشنده های 16-17-18-20 دختر همه صندوق تعطیل شد، فروشگاه تعطیل شد، چای درست کردن، باید بریم خونه. ما آقای فردین شما نمیدونی اینا چیکار کردن. فردین من دوست نداشتم، مردم ایران هم دوست داشتن. تقریبا ناطقان شما چیزی داشتی که محمد فردین بین این همه علاقه من شما رو انتخاب کرده. خانم ایران سلام بر شما. سلام بر شما. بفرمایید. دست رو هستو بزنید. سلام به همه، با عرض تسلیت مجدد. آقای نادری من شرمنده کردم، همطور که فرمودن ما در دو گفتگوی که با دو رادیو داشتم چیزایی که لازم بود به ذهنم سپرده بودم گفته. انقدر حرفای قشنگ گفته شد، به خصوص حرفای جالب و بسیار مهمی که آقای نمیتی گفتن، همینطور آقای شاپ نادری، صداهای بسیار دلپذیری که آقای ایرج و یکنون آقای جای زیادی نمیمونه که من حرف بزنم، ولی از مثالی که ما داریم دیدم گیر زنده و مردش بستمن، اون اعتبار عاجز. من فکر میکنم فردین اون عاجزیه که بعد از مرگش هم به اندازه زندگیش اعتبار داشت. امروز آقای بهروز افخمی و دوستانشون راه پر افتخاری در سینمای مملکت پیش گرفتن و به بازارهای جهان راه پیدا کردن. امروز سینمای ما باعث افتخار دنیای فیلم و سینما است و این برای ما به هر حال به غلط یا به درست اگر یک قدمی هم در اون وقتا برداشتیم یا این خرابه هایی درست کردیم که روی این خرابه های این بنای
با عظمت ساخته شده خود اون رو صحیح میدونی. هر لحظه باعث خوشحالی ماست اگر چه در این سینما نباشه. وقتی با فرجیم وزقه صحبت کردیم گفت من دلم نمیاد حالا که این همه تخصص و تجربه و تکنیک بده شده ما بشینیم نگاه بکنیم. باز بهش گفتم که من باز بهش گفتم صبر بالاخره یه روزی انجام میشه و من اگر ما نباشیم باز کسانی بعد از ما یا از همین بین خودمون همکارانمون اونها که علاقمندی بیشتری دارن و توان بیشتری دارن به طور قطع به کمک و راهنمایی های همین جوان ها که باعث افتخار ما شدن ما هم به سینما راه پیدا خواهیم کرد این شد. و خوشحالی برحال برای این بود که بگم که این سینمای گذشته ما در همه حال با این همکاران عزیزی که در اینجا تشریف دارن و ببخشید من که از طرف همه شما هم حرف میزنم آقای قاضی آقای همایونی استاد خانم ها از طرف شما صحبت میکنم فقط به خاطر اینه که میدونم به هر حال شما با من محبت دارین و قبول میکنید که من از طرف شما این چند کلمه حرف رو بزنم و بگم که سینمای گذشته ما عشق بوده هنوز اون عشق باقیه عشق به مردم و دوستی و عشق به جوانهایی که حالا اومدن این زمینه رو فراهم کنن. از صمیم قلب آقای بهروز افخمی ورودتون رو به این خانواده که خب یه زمانی هم گذاشتم با خانواده قدیم سینما تبریک میگم و انشاءالله موفق باشیم و ما هم به کمک شما دستی از دور بر آتش داشته باشیم. تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایون. من معمولا توی جمع وقتی قرار صحبت کنم دست پاچه نمیشم، منتها اینجا جای دست پاچه شدن هست واقعا، چون حقیقتا استادای ما اینجا هستن در کار فیلمسازی، کسانی که از کودکی از 6-7 سالگی از اولین دفعاتی که وارد سینما شدیم فیلم هاشون رو دیدیم، وارد سالن سینما شدیم فیلم هاشون رو دیدیم و سینما رو از همون جاها یاد گرفتیم. میدونم که توی این جمع حقیقتا کوچکترین منم، یعنی بی اغراق و بدون فروتنی میگم. در مورد فرلین یه نکته رو که من قبلا هم به یک نحوی اشاره کردم بهش الان فکر میکنم گفتنی باشه، و اون اینکه تو تمام این سالها اینطور نبود که کسانی نخوان باهاش کار بکنن یا مثلا امکانات و شرایطش رو فراهم نکنن. من خودم در حدود 15 سال پیش موقعی که مدیر گروه فیلم و سریال شبکه اول بودم از ایشون دعوت کردم برای بازی در نقش امیرکبیر در سریال امیرکبیر که ممکنه بعضی ها دیده باشن. آقای سعید نیکپور بعدن نقش امیرکبیر رو تو اون سریال بازی کرد. خود فردین نخواست و توضیحی هم که دادیم بود که من حالا فرض کنید که آمدم این سریال رو بازی کردم با قبا و ریش و توی هیئت امیرکبیر، بعدش چی؟ به عنوان فردین منو میتونید تحمل کنید؟ من فردینم، مردم منو به عنوان فردین میشناسن. آیا فردین جایی داره توی سینمایی که بعداً قرار اتفاق بیافته توی این مملکت؟ خب حقیقتش این بود که سوالی که میکرد نمیشد جواب مشخصی بهش داد و نمیتونستیم تعهد کنیم که در آینده او به عنوان فردین توی فیلم ها ظاهر بشه. حد اختیار ما نبود و اما در اون مورد من مسئولیت کامل مثلا حضورش رو تو اون سریال پذیرفته بودم و صحبت هم کرده بودم با مدیر شبکه وقت صحبت کرده بودم که شوخی کرد گفت که خب دیگه همینمون مونده که ما رو از جا بیرون کنم، برو ببینم چی کار میکنی. اونم جزو علاقمندان فردیم بود. و بعدن سر همین فیلم جهان پهلوان تختی باز هم ازش خواهش کردم که در نقش خود فردین بازی کنه، یعنی کشتیگیری که تختی رو میشناخت هم دورش بود و خاطراتی درباره تختی داشت. کسانی که اون فیلم رو دیدن میدونن که اون فیلم یه چیزی بین مستند و داستانی بود و یه شخصیت های واقعی توش حضور پیدا کرده بودن که باز این دفعه با همون
نظر صادق به این عنوان که اگر قرار است من به عنوان فردین توی فیلم ظاهر بشم، این داستان رو میشه به این صورت اجرا کرد که فردین داره فیلم نیمه تمام علی حاتمی رو تمام میکنه. پیشنهادش هم خیلی پیشنهاد خوبی بود، ولی من بودم که دیر به فکر افتاده بودم. من موقعی که این پیشنهاد رو کردم، یعنی ازش خواستم که توی فیلم بازی کنه، چیزی حدود یک سوم فیلم بعد دوباره از اول شروع کنیم، با توجه به اینکه یک بار هم به جشنواره نرسیده بود، سال گذشتهش به دلیل فوت مرحوم حاتمی به جشنواره نرسیده بود، خیلی مشکل بود این قضیه که یک بار دیگه فیلم به جشنواره نرسه و ما بخوایم از اول فیلم برداریم. به هر حال فکر میکنم که خیلی خوب زندگیش رو هم در جنبه نمایشیش، یعنی در اونچه که در روی پرده دیده شد و همون اونچه که پشت صحنه بود و نزدیکانش می‌دیدن، به آخر رسوند و مرحوم شدنش، فوتش هم به یاد موندنی بود. اون دیگه توضیح زیادی نداره، همه می‌دونن که چطور تمام شد این ماجرا. از اون نوع مرگ‌هایی هم هست که آرزوی کسانی است که می‌خوان زندگی رو خوب بگذرونن و خوب تمام کنن. یک فاتحه ای لطفا بفرستید. الله اکبر. محمد فاتحه. سرکار خانم پوری بنایی، شما رو اعزاز ما رو با خودتون به دنیای گذشته ببرید تا من آخرین برنامه رو اعلام بکنم. بفرمایید اینجا. خوبه. خوبه. بعد ادب و احترام حضور خانواده محترم سلطان قلب‌های ایران فردین عزیز و همینطور هنرمندای کل ایران که تاج سر من هستن و من کوچیک همشون هستم و همینطور بازار محترم، من از آقای فردین عزیز خاطره خیلی خیلی قشنگی دارم. سر فیلم جهنم به اضافه من با هم کار میکردیم، به آقای فردین خبر دادن که یکی از بچه های سینما، بهتره که اسمشونم ببرم، آقای مرتضی فرزانه که خبرنگار سینما بودن، ایشون خانومشون در بیمارستان فارغ شدن و دو قلو به دنیا آوردن. آقای فردین میگن که من یه نیم ساعتی کارو تعطیل میکنم. کارو تعطیل کردن، رفتن، برگشتن، صدا کردن یکی دو نفر از خانمهای سینما رو، گفتن که شما این فرشا رو دوست داریم، قشنگه، سه تا فرش کاشون گرفته بودن، خیلی قشنگه آقای فردین، برای منزل گرفتیم و خوبه که شما تعیید میکنید و فرش قشنگیه. دوستان از بچه و کارگرهای فنی رو صدا کردن، گفتن این آدرس آقای مرتضی فرزانه، این سه تخت فرش رو ببرید برای خانومش و برای دو قلوهایی. این درسی بود که آقای فردین سر صحنه به ما داد، که ما همیشه توجهمون به کسانی که در سینما واقعا گروه فنی بودن یا بچه های دیگه بودن، ما توجه خاصی داشته باشیم. به من فرمودن که استاد اسکندری هم تشریف دارن، جناب بهزاد عزیز ما تشریف دارن، فضل‌الله توکل هنرمند عزیز ما تشریف دارن، امیرشهوار عالی که هر شب ما رو مورد محبت قرار دادن و سایه آقایون که منشون رو عرضه کردن، ولی آخرین قسمت کار ما این اسدی خوب ما که الان نمیدونم اسدی این رو هم اسدی میاد برای ما میخونه. من که میدانم شبی عمرم به پا یان میرسم، نوبت خاموشی من زخن آمستان میرسم، من که میدانم که تا در گرم بزن نستیم، مرگ بیران گرگ بیران
به دنیا اعتباری نیست. بین مرگ و آدمی قول و قراری نیست. من که میدانم اجل ناخوانده و بیدادگر سرزده می آید و راه فراری نیست. پس چرا عاشق سلام جان نقشینه قبول شما میام خدمتتون. چون زیاده اگر بخوام بگم در این وقت کم نمیشه. فقط اینو میگم که به قدری ایشون بزرگوار و آقا و جوان مرد بود، کارهایی که ما میدیدیم ایشون انجام میدادن اصلا شگفت انگیز بود. Thank you.
مناسبت بزرگی داشته در گذشت هنرمند محبوب چهره آشنای هنری در ایران اسلامی مرحوم مقبول شادروان برداشیان امرین آرامگاه فقید سعید جناب آقای محمد علی فردی رحمت الله علیه می باشد. بنده ارادتاً خود و اجازه می خواهم به نیابت از طرف شما سروران بزرگان در گذشت جانگداز این هنرمند محبوب فقید سعید شادروان آقای پروین را ابتداعاً به جامعه هنری ایران و همچنین بیت شریف آن مرحوم و هنردوستان عزیزانی که دوستدار هنر هستند و عاشقان هنر و عموم ملت ایران تسلیت عرض نموده خداوند متعال برای روح بخصوص آن مرحوم علوی درجات غفران و مغفرت و برای بازماندگانشان بیت شریفشان صبر و عجز مسئلت می نمایم. متقابلا از طرف بازماندگان آن مرحوم و از لسان جامعه هنرمندان ایران اجازه دارم از تشریف فرمایی همه عزیزان سروران گرامی مقامات لشکری و کشوری علمی فرهنگی هنرمندان محبوب عزیزانی که بعض محبت فرموده‌اند از سبای دفن آن مرحوم تا کنون ابراز محبت و همدردی نموده‌اند تشکر و قدردانی می‌شود. عزیزانی که در روز من افتخار دارم که در حدود 21 سال با دوست عزیزم مرحوم محمد علی فردین آشنا بودم و در خدمتش بودم و شب و روزهای بسیار فراوانی با هم داشتم که از افتخارات منه که من خودم رو لایق دونستم که دوست ایشون باشم و ایشون مرشد من بود. خیلی چیزا رو به من آموخت.
تمامی زحمات ایشون رو بکشم. مملکت خودشون موندن به خاطر شما عزیزان، من محبتایی که این چند روزه از هموطنهای عزیزم دیدم واقعا سپاسگزاری میکنم. کوچیک همه شماها هستم و نمیدونیم، واقعا نمیدونیم چطوری جواب این همه محبت و بزرگواری رو بدیم. امیدوارم همه شماها سلامت و خوش باشین و بتونیم با محبت شماها و زیر سایه شما عزیزان ما به کارمون دو مرتبه ادامه بدیم. من میخواستم خواهش کنم از عزیزانی که مسئول اینجا هستن یک کاری بکنن، هنرمندان و عزیزان هموطنی که بیرون هستن. اینا به خاطر هنرمندای قدیمی اومدن، چون 21 سال صدای ماها رو نشنیدن، تصویر ماها رو ندیدن، دلشون میخواد که ماها رو ببینن. آقای سیاسی هستن، اشعاری برای رو بخونن و بعد رو برنامه بگذارن.
برگشت ز شام و کوفه با آمد حمید زینب چه روزه اسیر بوده حسین و ندید زینب بر سر مزار گلی لاله می کند بلبلی مجلس عزا گرفته دختر بزرگ علی مجلس عزا گرفته دختر بزرگ علی بگو بر سر مزار ناله می کند بلبلی مجلس عزا گرفته دختر بزرگ علی مجلس عزا ما در بهشت زهرا هستیم با استقبال و پشتوانه زیبا و بزرگ مردمی. هفت صبح تا حالا جمعیت زیر 17 سال 18 سال ما رو حمایت میکنه. از اینکه پرسیدم که دختر خانم آقا پسر برای چی اومدی به اینجا؟ مگه تو فردین رو دیده بودی و میشناسی؟ روی کرد من گفت مگه تو چارلی چاپلین رو دیده بود و میشناسی که دوستش داری؟ ببین چقدر جمله قشنگی بود. به هر حال باز هم ممنونم از همه کسانی که در این 40 روز ما رو همراهی کردن و چنین صحنه‌های زیبایی رو به وجود آوردن. تا دیداری بعد و ساعتی دیگر. خیلی ممنون که تشریف آوردین. ببینم به چه مناسبت شما اومدین و تو چه حالی؟ به خاطر 40 فردین فقط میدونم بگم برای کسی که واقعا از صمیم قلب دوستش داشته. چند تا فیلم هاشو میدونم؟ نمیدونم چند تا بگم ولی میدونم تا اونجا تا حدی که میدونم 3-4 تاشو ندیده بیشترشو دیده. سلطان قلب ها، گنج قارون، قصر زرین، غزل دیگه نمیدونم دقیقا یادم نیست همه شد طوفان نور همه اینا رو دیدم. خیلی ممنون. خواهش بفهمم برای چی؟ برای چی؟ من اومدم برای عزاداری شرکت کنم تو مجلس آقای فردین. تو چه حد آقای فردین یه فیلم های چند تا از فیلم های شروع رو که دیدم تا این حد میشستم آشنایی به اون صورتی ندارم چون تا زمان که زنده بودنشون صدا سیمای ما هیچ کاری نکرد که بتونه به ما حداقل به ما جوانایشون رو معرفی کنم. کدوم فیلم هاشون رو دیدیم؟ سلطان قلب ها، برفراز آسمان ها، گنج قارون، یه سه فیلم های دیگه هم هست که الان نزن هم نیست. خیلی ممنون. ما آدمتون که تشریف آوردین. خیلی ممنون. ببینم تا چه حد آقای فردین رو میشناسین، کدوم از فیلم هاشون رو دیدین و به چه روز به خاطر چی اومدین اینجا؟ ما به خاطر فردین اومدین اینجا و خب ندیدیمش ولی خب چند تا از فیلماش دیدیم، فیلم گنج قارون، فیلم سلطان قلب ها دیدیم، خیلی دوستش داریم به خاطرش اومدیم دیگه. بابا ببینم دنبالت رو می‌گردم
بکشم نفسی که تو لیلای من مجنونی، که تو لیلای من مجنونی، همه هست من باشی. میشه شما خودت معرفی کنی؟ من سام هستم. فامیلیتون؟ سبقتی. چه نسبتی با آقای فردین داری؟ پدر بزرگم بود. بله. خب بگو ببینم الان چه حالی داری و برای چی اومدی اینجا و چه مناسبتی بوده؟ الان روز 40 آقای فردین هستش، برای همین منم با پدر مادرم اومدم به اینجا. چه خاطراتی از بابا بزرگ داری؟ بیشتر توی شمال، چون همیشه بیشتر باشم توی شمال میرفتیم. بله. که میرفتیم اونجا، بعض موقع میرفتیم شنا میکردیم. عید هم بابا بزرگ بودیم؟ عید نه، ما شمال بودیم. بله. چقدر دوستش داشتی بابا؟ خیلی. بسید من تفسیرت میگم بهتون، چون که شما جایی با بوده برای ما پار کنیم. قربان شما. خیلی بچو ایمن که دلی از تو مکتب مارا قربونه قدمتون. خود بفرمایی بینه برای چی اومدی شما اینجا؟ من به خاطر علاقه داشتم خدا بیام. بله. از فیلماش هم شما دیدین چیزی؟ بله. میتونی اسم بلدی؟ گنج قارون، نمیدم چرخ فلک، سلطان قلب ها. بله. اینا رو من دیدم. زیادش فراموش کرد. بله. خیلی ممنون. تشکر. زنده باشی. سلام علیکم. سلام علیکم. حالتون خوبه؟ خسته نباشید. سلامت. زحمت کشیدین. لطف کردین. خواهش می‌کنم. لطف فرمایید درباره آقای فردین چیزی می‌دونید؟ من اما میتونم که ایشون ورزشکار بوده، کشتیگیر بوده، در سال 1954 بوده، مثل که نقره در ژاپن به دست آورده به عنوان چیز رشته ورزشی کشتی، بعد و همچنین هنرپیشه بزرگی بود برای ایران، برای سینمای ایران و یه مقدار فیلماش هم دیدم. و میشه اسم ببرید؟ چرخ فلک بوده، گنج قارون بوده، سلطان قلب ها بوده که دیدم. خیلی ممنون. من طرف خانواده‌شون از شما تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم. انشالله که شما زنده باشید. خیلی ممنون. سلامت باشید. حالتون خوبه؟ زحمت کشیدین. خیلی ممنون. لطفاً در آقای فردین صحبت اگر دارین بفرمایید. والله ما بچه آسادبه کریزک هستیم. چون که ایشون هم بازیگر بود و همه می‌شناختیم شما رو. و علاقه بهش داشتیم، با بچه‌ها تصمیم گرفتیم بیایم چلمش سره اینجا شرکت بکنیم. و اینجا جا داره که از به خانواده‌اش تسلیت بگیم. خیلی ممنون. واقعا همه خیلی دوستش داشتن. بازیگر خوبی بود. شما چند تا فیلمشون دیدید؟ فیلم که زیاد بازی کرده، من زیاد دیدم، ولی خب الان حضور ذهن ندارم، ولی خب هم گنج قارونش من خیلی بهش علاقه داشتم، اکثر نگاه می‌کردم. ان شاء الله که شما زنده باشید. خیلی ممنون. تشکر. زنده باشید. موفق باشید. سلام علیکم. سلام علیکم. زحمت کشیدید پدرش. خیلی ممنون. از کجا اومدین؟ من تشکر کاری دکان. بله. بعد آقای فرزین تو چند روزه می‌شناسید؟ دوست داشتم به تلویزیون فیلمش نگاه می‌کردم، فیلمش می‌دیدم. بله. ولی دوست داشتم به فیلمش. فیلم بعد می‌کردم. می‌تونید اسم ببرید فیلمش رو؟ یادم نمیاد، یادم نمیاد. در صد خیلی ممنون، شما زحمت کشیدین. شما زنده باشین ان شاء الله. خانواده شنبه تا تسلیت می‌گم ان شاء الله روحان شاد بشه. سلامت باشین. خیلی ممنون. گوشه ای از کارهای این مرحومه که من رو کاغذ آوردم خدمت رو ادامه میکنم. به نام خدا، به مناسبت 40 روز درگذشت محمد علی فردین،
کوچه بود، در مردان خشن حضور داشت اما رعوف و مهربان بود، جنز قارون را در بر داشت اما خاکی و مخلص بود، مردی از تهران نبود بلکه مردی از ایران بود. در انسان ها واقعا یک انسان نمونه بود، قصد زردین را هم ارزشی قائل نبود. او نه تنها آقای قرن بیستم بود بلکه آقای قرن دو هزار هم بود. قهرمان قهرمانان در کار و هنر بود و پهلوان پهلوانان در ورزش. در وردت ما بود اما هیچ وقت برزخ نمی شد. جهنم به اضافه من، جهنم به اضافه من، چون تو بوی بهشت می‌دهی. ایوب بود چون کوه صبر و استقامت و پشتکار داشت. در ساحل انتظار امیدی برای برگشتنش نیست چون ابدیت می‌رود. برای تو فرزه میشناختی؟ بود که از من رو مرده چاره چاره رو میشناختی؟ چی جب رو بودم بشه؟ اینا هنر بیشنر خواهد همه موزیدی من حقشناسی رو همیشه اعلام میکنم. این دسته زیمانه که الان میدید تو هرمزار ما در شبهتون هم وجود نداشت. به من شهرگاه من جوازی وزارت ارشاد این فرقه به کل رایگان تردیدار کنندگاه را کنید که امروز به طور آبرومند همکاران ما رو خواهد کنند. اما راضی میدید که از تمام مسئولی در این بوده ما رو همکاران کرده تشکر کنید. و اما یه سال بعد از تحجیب سینمای مردی دوستان خوبش، دوستان این شهرون کمکش کرده باش بودن و روانشناسان که اگر مرد این کارش نندازید کارش آتش میگید. ولی دوستاش نداشتن، با صمیمیت و محبت رو خانواده گرفتن و نگهش داشتن. پسی در نهایت سلامت الله خداحافظی کرد، خدا رحمتش کنه. ممنون از مردم ایران، ممنون از دوستان خوب فردی رضا حقیری، ناصر عدیم، علی باستانی و دیگران. اینها در این 21 سال پشت فرزیدن، خانواده عزیز من حرف نمیزنم، فقط دعا میکنم که این تداوم ادامه داشته باشه. از همه تون ممنونم. ممکنه یکی از آهنگاشو بفرمایید؟ گل سنگ. کلن آره حاجی خیلی من متشکرم. خانم اجازه بدید ما آقا آهنگ بفرمایید. بیا بیا خانم برو بابا چیزی داره نگاه کن یک شد دیگه امضا سرمون ببینیم کاغذ من سر میتونی حالا امضا دارم
از نه 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 از نه